برای 1000 خانواده نیازمند در ولسوالی قلعه کندز از سوی سرمیاشت مواد غذایی مساعدت گردید. محمد شفیع هجرت رئیس عمومی سرمیاشت زون شمال شرق میگوید که این کمک ها شامل آرد، برنج، روغن، چای، بوره و انواع دیگر مواد خوراکی می باشد که از سوی اداره سرمیاشت برای افراد مستحق و متضرر از جنگ و خشکسالی توزیع گردید. آقای هجرت افزود که در آینده نزدیک برای این خانواده های نیازمند دوباره در بدل مواد غذایی مساعدت نقدی صورت میگیره. کمک ها از طرف خود سرمیاشت است که برش فدریشن میگه اتحادیه سرمیاشت های گلو دنیا است که از قبیل یک بوجی آرد 50 کیلو است و 24 کیلو برنج سیلی اصلی است، دو قطی روغن است که دل تر میشه، 10 کیلو لوبیا است، 5 کیلو بوره است، 1 کیلو چای است، 2 کیلو نمک است، یک دانه بیسکیت بی بی 5 میگه که 500 افغانی قیمتش است. از در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی قلعه‌زال کندز میگویند که در اثر تحولات اخیر با مشکلات زیادی روبرو گردیدند و این کمک ها میتواند تا حد به چالش های اقتصادی آنان بسندگی کند. شهاب الدین و محمد قل دو تن از باشندگان ولسوالی قلعه‌زال میگویند که توزیع این کمک ها در ماه رمضان برای خانواده های آنان یک نیاز جدی و مبرم پنداشته میشد و نهادهای امدادرسان باید در آینده نیز این خانواده های بی بضاعت را به باد فراموشی نسپارند. خوشحالم زین کور ودان چمر سره دغون کومکون کر په دې رمضان په میاشت کې شي نور غریب خلک چمر سره هرڅه کومکو کې مش خوشاله زین کور ودان کور ودان تشکر تی استره میاشتن سول غریب ناتوان مردمه کومګه دوت شروع ده آینده ولا بو خیل بر کومکه عالی بهتر کو په ادملر مننن خیرلن یا تشکر تی سوال کو ته پوسون ادملر یک امنده خنچا ادملر هزار ادملر مننن خیرلن وتی ولا این در حال است که روز گذشته نیز برای 1000 خانواده نیازمند در ولسوالی دشت ارچی از سوی سرمیاشت مواد غذایی مساعدت گردیده بود که قرار است از این کمک ها برای 500 خانواده نیازمند در مرکز ولایت کندز مساعدت صورت گیرد. حسیب حساس، تلویزیون اورانوس، کندز.